اتحادیه اروپا روز دوشنبه گمانه‌زنی‌های مربوط به اعطای کمک مالی گسترده به اوکراین را رد کرد. ژوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا با تاکید بر اینکه اروپا برنامه‌هایی برای کمک به اوکراین جهت خروج از بحران اقتصادی دارد اضافه کرد که در عین حال اروپا قصد ندارد با حربه پول کشوری را مجاب به عضویت کند. وی گفت تصور این است که در برابر امضای قرارداد باید چیزی پرداخت کنیم. این تصور مطلقاً نادرست است و دقیقاً به همین علت کشورهای عضو در نشست ویلنیوس تاکید کردند که نمی‌خواهند با اعلام مبلغ کمک به اوکراین وارد یک رقابت شوند. در همین حال روز دوشنبه وزیر امور خارجه اوکراین در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور آماده است بر سر تغییر قانون اساسی و نظام سیاسی با رهبران مخالف گفتگو کند. وی گفت می توانیم درباره برخی تغییرات گفتگو کنیم. رئیس جمهور یانوکوویچ آماده این مذاکرات است. این گفتگوها درباره مسائلی مانند تغییر شکل حکومت از نظام ریاستی به پارلمانی ریاستی خواهد بود. این در حالی است که اعتراض‌ها به دولت اوکراین هر روز شدت بیشتری به خود می‌گیرد. تنها در روز دوشنبه بیش از 100 هزار نفر در تظاهرات ضد دولتی در کیف پایتخت شرکت کردند. Ну, а что?